خردمندان گیتی را چون کالبد مردمان دانسته اند، چنان که او را پوشش باید، کالبد گیتی را هم پوشش داد و دانش شاید. پس کیش یزدان جامه اوست، هرگاه کهنه شود به جامه تازه او را بیاراید. هر گاهی را روش جداگانه سزاوار، همیشه کیش یزدانی به آنچه شایسته آن روز است هویدا و آشکار. از خواب برخیزید و از بیهوشی به هوش گرایید. آواز بی‌نیاز را به گوش جان بشنوید و به آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمایید. امروز مهتر کسی است که دید و آگاه شد، و کهتر کسی که گفتار دانا را نیافت و دوست تازه را در جامه تازه نشناخت. اوست صاحب گفتار. ای دوستان، دریای دانایی پیدا و آفتاب بینایی هویدا. نیکوست حال نفسی که سراب او را از آب منع ننماید. عجب است از نفوسی که گوش را از گفتاری که از نسیم سحری رقیق تر و از روح لطیف تر است من نموده اند. بگو ای دارای بصر، نادیده مگو و نارسیده گواهی مده. راه پیدا و روشن است، ببین و برو. امروز روز ستایش است، نه زمان آلایش. بگو ای دوستان، روان را از آلایش دنیا پاک سازید و به ستایش دوست یکتا بپردازید. روز زبان امروز است، چه که مخصوص ثنا خلق شده. روز دیدار امروز است، چه که محبوب پدیدار گشته. ای دوستان، از هجران محزون مباشید. روز شادی است، وقت اندوه نه. بی نیاز به آواز بلند می فرماید جهان خوشی آمده، غمگین مباشید. راز نهان پدیدار شده، اندوهگین مشوید. اگر به پیروزی این روز پی بری، از جهان و آنچه در اوست بگذری و به کوی یزدان شتابی. Thank you.
ای بندگان، اگر درد دوست دارید درمان پدیدار، اگر دارای دیده بیننده اید گل روی یار در بازار نمودار. آتش دانایی برافروزید و از نادان بگریزید. این است گفتار پروردگار جهان. ای دوستان یزدان، آواز یکتا خداوند بی نیاز را به گوش جان بشنوید تا شما را از بند گرفتاری ها و تیرگی تاریکی ها آزاد فرماید و به روشنایی پاینده رساند. ای بندگان، این راه در میان راه ها مانند آفتاب جهانتاب است در میان ستارگان. این است سخن یکتا خداوند بیمانند.